شیشمو هم کامل تا آخر حل نکردیم. الان میگم بهتون، بعد اینا رو با هم دیگه حل میکنیم. فقط یک کوچولو باید صبر کنیم بچه‌ها بیان. که یه تعدادی اومدن. خب حالا بچه ها، ما درس ششم هدیه ها رو، این قسمت سوال و جوابش رو نصف جواب دادیم، کامل جواب ندادیم. بیا اینجا مامان جان، صندلی که باید خب درس هدیه ها، درس ششم که بانوی قهرمان بودش، ما صفحه 43 گفتگو کنید این قسمت رو خوندیم، ولی صفحه های بعدیش رو دیگه نگفتیم. اینجا گفته اینا رو گفتیم دیگه، خب اینو نگفتیم، اصلا جواب ندادیم. خب گفتگو کنید صفحه 43. خب من الان از پسرای گلم میپرسم برای من بگم. ببینم کسرا صحبتی داره. کسرا جان بفرمایید. کسرا میکروفون. من میخواستم از تو صفحه 43. صفحه 43. خب آقای هدایتی سوالی داره. آقای هدایتی بفرمایید. آقای هدایتی بفرمایید. آقای هدایتی میکروفونتون روشنه پسرم، صداتون قطع شده، صحبتی داری بفرمایید. آقای هدایتی خانم صداتون نمیاد. الان صدای من نمیاد. چی؟ صدای من اصلا صداتون نمیاد. خب بذاری بار قطع وصل کنم میکروفون. الان صدای من میاد؟ بله. خیلی خب باش، مرسی. آقای قربانی هم صحبتی داری بفرمایید. آقای قربانی، آقای قربانی بفرمایید. بله بفرمایید، سوالی داری؟ بله میپرسین یا درس میدین؟ الان درس ششم که نصف مونده کامل میکنیم، پرسیدنی فعلا در کار نیستش. بله. خب بچه ها صفحه 43، صفحه 43 من میکروفون آقای خیاطی رو روشن میکنم و دوربینش ها. آقای خیاطی برای ما سوال گفتگو کنید، سوال شماره صفحه 43 آخر صفحه رو برامون بخون. آقای خیاطی. بله. علی رضا جان بخون صفحه 43 بخون. گفتگو کنید. گفتگو کنیم. بله. کدام بخش های داستان بانوی قهرمان به این واژه های دلاله اشاره کرده است؟ خب شجاعت، فداکاری، عبادت. کدوم قسمت هست درباره شجاعت حضرت زینب صحبت کرده؟ میشه برگردی نگاه کنی تو جمله کتاب من بگی؟ کدوم قسمت درباره شجاعته؟ کی میخواد بگه؟ بذار ببینم علی رضا خودش میتونه. علی رضا میخوای از کسی که بپرسم؟ باش. الان از آقای مقدم میپرسم. آقای مقدم شما بگو. آقای مقدم کدوم قسمتش درباره شجاعته؟
حرفو میارده. همون قسمتی که میگفت پاشو دارد یکی چیزایی بهش گفت مثلا. نه ببین این جمله رو برام بخون. این جمله رو؟ آره. جهان عمه از جایش بلند می شود و با صدای بلند می گوید یزید فکر می کنی چون به ما سختی گیری کردی و ما را مانند اسیران به اینجا آوردی ما خوار شدیم و تو عزیز شدی. خب اینجا شجاعت نشون میده عزیزم. بله با اجازه. با اجازه. اجازه من دست شماست. بذار از یکی دیگه بپرسیم. مرسی عزیزم. خب آقای هدایتی شما میخوای بگی کدوم قسمتشه درباره به نظر شما چیه کدوم قسمتش درباره شجاعت صحبت کرده؟ خانوم همون جایی که میگه بدانی میخوای اونجاشو بخونم؟ بفرمایید. چی؟ بفرمایید. او در کربلا و حادثه های بعد از آن سختی ها زیادی را تحمل کرد و به همین دلیل ایشان به صبر و شجاعت و فداکاری معروف شده است. عزیزم ما از این متن درس میخواییم بدونیم نه اون قسمت ته درس. اون اطلاعات عمومی شماست از خود درس باید بگیم. درسته؟ بله. خب کی میخواد دیگه بگه؟ آقای دوشان کنیم من میکروفون دوربین تو روشن میکنم بگو برامون. آقای دوشان کنیم میکروفون دوربین پسرم روشن بفرم. آقای دوشانتالی نمیتونی صحبت کنی میکروفون دوزین توشن ما پسر هست بس شو؟ بگو خب کدوم قسمت به شجاعت مربوط میشه؟ شجاعت حال من میگم بفرمایید. اما امروز در برابر دشمنان عمه سرش را بلند کرد دست و محکم محکم قدم برمی‌دارد. خیلی خوب. مرسی عزیزم. بچه‌ها ببینید در تمام این داستان به شجاعت حضرت زینب اشاره شده ولی بارزترین قسمتی که شجاعت حضرت زینب رو نشون میده صفحه 40 پایین صفحه گفته صدای عمه در تمام قصر میپیچید. در یک لحظه همه ساکت میشوند. اطرافیان یزید با ترس به یزید نگاه میکنند. این اوج شجاعت حضرت زینب رو در کاخ یزید نشون میده. حالا برای فداکاری رو برامون بخونه آقای حسین زاده. آقای حسین زاده شما فداکاری یزید رو برامون بخون. فداکاری حضرت زینب ببخشید. فداکاری حضرت زینب رو بگو برامون. برام خواهم یه لحظه. چشم بگو. اینهاش. بفرمایید. فداکاری
خانم؟ نمیخوای بگی؟ میخوای یک کسی دیگه بپرسم آقای حسین زاده؟ بله. خیلی خوب باش. جان میخوای بگی؟ میدونی کجا؟ همین فدکاری؟ بله. ناگهان امنه از جایش بلند می شود و با صدای بلند می گوید یزید. نه این دفعه به فدکاری نداره مامان جان. فدکاری یعنی از خود گذشتگی. نمیدونی؟ خیلی. آقای قربانی بگی. آقای قربانی بگو ببینم، بگو ببینم کدوم قسمت از کتاب درباره فداکاری حضرت زینب صحبت میکنه. سلام خانم قدم. عزیزم بگو کدوم قسمت؟ خدا رو بگم فداکاری. بله. بعد از شهادت بابا دیگر ندیدم که امنه راحت بخوابد. خوابیده باشد. خوابیده باشد. شبها بیدار میماند و ما را در آغوش میماند. میماند خوب. میماند. و ما را آغوش میگیرد. از چشمان ما را با دستان زخمیش پاک میکند. و آنقدر ما را نمازش می کند تا خواب ما ببرد. خب بله اون قسمت بعدیش هم باید بخونی. سپس در گوشه ای به دعا و روز و نیاز با خدا مشغول می شود. خیلی خوب بود. مرسی خیلی خوب بود. بله این اوج فداکاری حضرت زینب بود. خب حالا میریم کلمه بعدی عبادت. عبادت رو هم برامون کی بگه؟ آقای ثابتی دستش بالاست. آقای ثابتی شما عبادت حضرت زینب رو بخون برامون. بفرمایید آقای ثابتی. من میکروفون و دوربین شما رو روشن کردم. آقای ثابتی نمیتونی صحبت کنی؟ خب من میکروفون و دوربین شما رو میدم به آقای فرهانی. آقای فرهانی شما بگو عزیزم. آقای فرهانی شما بفرمایید. بگو عزیزم. چیو؟ درباره عبادت حضرت زینب بگو. بگو درباره عبادت حضرت زینب. نمیدونی پسرم؟ نه اشکال نداره. آقای هدایتی شما میخوای بگی؟ آقای هدایتی من میکروفون دوربینت روشن میکنم پسرم. آقای هدایتی بفرمایید. سپس در گوشه ای به دعا و نیاز با خدا مشغول. بله اما امروز در برابر دشمن امیر سر بلند کرده است و محکم قدم برمی دارد. بله مرسی خیلی هم عالی. درسته اوج عبادت حضرت زینب وقتی بود که بعد از اینکه اینقدر خسته بود میومد و در یک گوشه میشد و عبادت میکرد. خیلی هم خوب بود. مرسی پسرم عالی بود. خب جانم یه بار دیگه بگو صدات نمیاد. آقای هدایتی یه بار دیگه بگو. نمیشنوم یه بار دیگه.
خاله داشت چون میگه مرد صدا خیلی نوازه مامانی. مرسی. سوال درست جواب دادی عزیزم. ولی صدا تو نمیشنوم. چون خیلی رفلکس داره صدا. خب. بچه ها. حالا میریم سراغ قسمت بعدی سوالمون. یعنی صفحه 44. صفحه 44 یه دونه متن عربی داره و قرآنی که مال سوره انفال صفحه 46. من الان میکروفون یه پسرم روشن میکنم ببین کی میخواد برامون قسمت قرآنی رو بخونه؟ کی میخواد بخونه؟ ببینم آقای پناهیده. آقای پناهیده من میکروفون و دوربینت رو روشن کردم، بگو پسرم. آقای پناهیده میکروفون و دوربینت روشنه. خانم بفرمایید. دوربینت هم روشن کن پسرم. دوربینم روشن نمیشه. نمیشه. خب اشکال نداره بخون برامون. وَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. بله. وَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یعنی چی؟ معنیش هم بخون. صبور باشید که خدا با صابران است. صابران یعنی چی؟ میدونی یعنی چی صابران؟ صابران یعنی چی؟ صبر. چی؟ صبر یعنی کسانی که صبر میکنن. صبور باشید که خداوند با صابران است، یعنی با کسانی که صبر میکنن هست. متوجه شدی عزیزم؟ بله. مرسی پسرم. خب آقای زارعی برامون قسمت بعدی رو بخونه. آقای زارعی بفرمایید. حضرت زینب کسرا جان، آقای زارعی، کسرا زارعی، من یه بار دیگه میکروفون و دوربینت رو روشن میکنم. بفرمایید. کسرا زارعی. کسرا جان. پسرم دوربین و میکروفون روشنه. میشه صحبت کنی؟ خانو. جانم بفرمایید. نمیدونم. نمیدونی؟ خب باز کن بگو نمیدونم. خاموش نکن مامان جان. خیلی. اشکال نداره. آقای مرادی بگه برامون. آقای مرادی شما پسرم بخون برامو قسمت بعدی رو. حضرت زینب سلام الله علیها بفرمایید. حضرت زینب سلام علیها به پیام این آیه عمل کرده است. می توانی بگویی چگونه؟ بله. یعنی ببین رفت با کاری که فهمیدی؟ من نمیدونم. حضرت زین کربلا چون که شامل میشه. نمیدونی؟ نه. خیلی. بچه ایلیا میخواد اینجا برامون بگه. ایلیا جان بگو. موقعی که بلند شد و بعدش هم صداش رو قصد میدی. خب چرا گفته صابری؟ چون که صبور بوده. چرا صبور بود؟ چه کار کرد که صبور بود به نظر تو؟ صبر کرد بعد آخر سر بلند شد در مقابل مشکلات و اذیت و آزارهایی که یزید
حضرت زینب رو میکردن، حضرت زینب چیکار میکرد؟ صبر میکرد، صبوری میکرد، برای همین جزء صابرین بود. به خاطر همینم که ربطش اینه که حضرت زینب در مقابل مشکلات و سختی ها صبر کرد و تحملش رو برد بالا تا بتونه بچه ها و فرزندان امام حسین رو نجات بده. خیلی مرسی پسرم. حالا بریم سراغ قسمت بعدی، بگرد و پیدا کن. و ببینم آقای دوشانجگلی بگرد، آقای دوشانجگلی یه بار جواب داد، آقای عبدالکریمی. آقای عبدالکریمی من میکروفون و دوربین شما رو پسرم روشن میکنم، با من صحبت کن، بگو این قسمت بعدی رو بخون ببینیم چی خواسته. قسمت بعدی بگرد و پیدا کن. خانم جا بگرد و پیدا کن. بله بله، مگه تو کلاس نیستی؟ میدونی که کجاست؟ خانم خاتمی صدای شما اصلا برای ما نمیادش، ما اصلا صدا درس، من چند بار رفتم و اومدم داخل کلاس. الان صدا داری؟ الان آره، ولی صدا یه دفعه هم همه میشه. نمیدونم چرا میشه اینجوری، چون ما که از جامو تکون نمیخوریم دیگه، هم نمیدونم. بله مال اینترنته، نمیدونم برای چیه. احتمالا مال اینترنت. خانواده حضرت زینب سلام الله علیها را در گل و برگ ها بنویس. خب بگو اسم پدر حضرت زینب چی بوده؟ برگرد ببین مامانتو نگاه نکن، برگرد صفحه قبلی، اون قسمت زرد رو نگاه کن، صفحه 42 رو. خب صفحه 42 42 خب همه اطلاعات حضرت زینب رو اینجا نوشته. خب از اینجا میتونی گلبرگا رو پر کنی. اسم پدرش چی نوشته؟ خب علی علیه السلام پدره. پس همه رو میتونی اینجا پیدا کنی. خب قسمت دوم، پدر کش کی بوده؟ باز اینجا داره. حضرت فاطمه محمد. آفرین. حضرت محمد بوده پدر بزرگش، پسرم درسته. بعدی رو بگو، مادرش کی بوده؟ حضرت فاطمه. باری کلا دخترم، پسرم. مادر بزرگش کی بوده؟ مادر بزرگشون کی بوده؟ مادر بزرگ اینا هاش دیگه، بعد از اینجا نگاه کن. نه مادرش بوده. مادر بزرگش نگاه کن، همه رو نوشته اینجا برات. صبر کن. حامله چی بوده مادر بزرگش؟ این دفعه از مامانت میتونی بپرس مادر بزرگش چی بوده؟ آمنه آخه خیلی اونورتر بوده، یه ذره بیا جلوتر. حضرت خدیجه بوده مادر حضرت فاطمه. خب بعدی برادراش کی بودن؟ امام حسین و امام حسن. حسن آفرین. پسر برادرش کی بوده؟ پسر برادرش کی بوده؟ حضرت علی اکبر بوده، حضرت قاسم بوده، حضرت علی اکبر بوده. پسر برادرش، پسر برادرای حضرت زینب بودن دیگه، پسرای امام حسن و امام حسین. برادرش خیلی هزار تا برادر داشته که خودش هم کشته شد. نه برادراشو نگفته اینجا، پسر بچه های برادرشو گفته کیا بودن. بچه های برادرش اینا بودن، پسر برادراش، دختر برادرش هم باز حضرت سکینه بوده و حضرت رقیه و اینا. مرسی عزیزم.
مرسی از شما. رایش میکنم. خب میریم قسمت بعدی. قسمت بعدی با خانواده با استفاده از این کلمات متن زیر را کامل کنید. خب اینجا بچه ها تو خونه میتونی از مامانا کمک بگیرید. من الان میکروفون و دوربین علیرضا رو روشن میکنم. علیرضا بگو برامون با خانواده. خانم کدوم؟ با خانواده صفحه 45. خانم من ننوشتم. ننوشتی؟ با خانواده یعنی میتونی از خانوادت کمک بگیری؟ ماما نیست؟ نه. خیلی باش. خب میریم سراغ آقای قربانی که با خانواده. آقای قربانی خب بیا با خانواده ببینیم چی ازتون خواسته. آقای قربانی میکروفون و دوربینت روشنه پسرم. خوبی؟ خانم بله. خب بفرمایی صفحه 45 بخون برامون. 45 چون در مقابل دشمنان 45 اون بالا با خانواده با استفاده از من کلمات متن زیر را کامل کنید. خب حالا بس کلمه ها رو بخون. چه کلمه های اینجا هست؟ سلام اسلام. دفاع بله. فرزندان امام حسین علیه السلام. دشمنان بله. فداکاری بله. خب حالا گفته شما بیاید این متن رو کاملش کنید. متن اینجوری شروع میشه: من حضرت زینب سلام الله علیها رو خیلی دوست دارم، زیرا بقیهش شما کامل کن. زیرا چون در مقابل دشمنان بله، چون در مقابل خانواده دفاع می کرد بله. فرزندان امام حسین علیه السلام را دوست می داشت. همین. خب دشمنان رو گفتی، فداکاری رو ولی نگفتی که فداکاری بود. فداکاری تو به اونجا نرسیدیم. دوباره بخونم شاید یه بار دیگه بخونم. چون در مقابل دشمنان از خانواده دفاع می کرد. خب فرزندان امام علیه السلام امام حسین علیه السلام را دوست داشت می داشت. و برای آنها فداکاری می کرد. آفرین. و در مقابل دشمنان گفتی؟ بله دشمنان بله گفتی. مرسی، خیلی خوب بود، کار گروهی خوبی بود. خب مرسی عزیزم. خب کی میخواد دیگه متن شده خونه؟ بذار من یک کار گروهی دیگر هم بپرسم. آقای شما این نصفش مونده ما اونجا ننوشتی همه رو که یا ننوشتی فرزندان امام حسین علیه السلام ننوشتی اینه ننوشتی اینه ننوشتی اینه ننوشتی اینه دفاع هم ننوشتی اسلام. خب الان برامون آقای زارعی کار گروهیشو بخونه ببینم با خانواده چی نوشته. کسرا جان، کسرا زارعی میکروفون و دوربینت روشن کن پسرم. کسرا جان نمیخوای جواب بدی؟ خیلی خوب. آقای ثابتی شما کار گروهی خانواده رو بگو ببینیم چی نوشتی. آقای ثابتی خب کار گروهی خانواده رو بخون برامون. من حضرت زینب
سلام الله علیها را خیلی دوست دارم، زیرا در مقابل دشمن نون از با فداکاری از اسلام و فرزندان امام حسین علیه السلام دفاع میکرد. باریکالله، خیلی کار گروهیتون موفق بود، آفرین. خب حالا بریم سراغ آقای بابایی. آقای بابایی شما متنتو بخون. آقای بابایی بفرمایید. من با سواد از این کلمات متن زیرا کامل اسلام دفاع فرزندان امام حسین دشمن فراخوادی. من حضر زینب از سلام. میکروفونت روشنه ولی دوربین تو اگه دوست داری روشن کن. روشنه دوربینه؟ من دوربین سلام حسن عبدالله. سلام شما خوبی؟ متشکرم. این دوربینمون مثل فعال نیسته. آها من دوربینش فعال کردم الان. نه نمیدونم چه جوری. آها مال خونه یعنی مشکل داره؟ بله بله. باشه باشه اب نداره بخون پسر. من حضر زینم سلام الله علیها را خیلی دوست دارم، زیرا از اسلام در برابر دشمنان دفاع کرد و با فداکاری از فرزندان امام حسین سلام مراقبت کرد. مرسی عزیزم، خوب بود، جمله‌های خوبی نوشته بودی، متشکرم. خیلی خوب. خب بچه ها ما برای درس جلسه بعدیمون من براتون فیلمش آماده کردم، خواهیم از اول دوباره شروع کنیم، یعنی از اول کتاب. خب من فیلم مربوط به این درس رو براتون میذارم، یه بار براتون میخونه، انشالله دفعه آینده خودمون سر کلاس اونو میخونه. آستین های خالی. اگر انسان دست نداشته باشد چگونه میتواند کارهایش را انجام دهد؟ به سختی میتواند کارهایش را انجام دهد و در بعضی کارها هم باید از دیگران کمک بگیرد. آیا پیرمردی که در نانبایی بود واقعا دست نداشت؟ دست داشت. او دستهایش را زیر پالتو گذاشته بود. به نظر شما مهمترین عضو بدن کدام است؟ چرا؟ همه اعضای بدن مهم هستند، زیرا هر عضو بدن کاری برای انسان انجام می‌دهد. برای تشکر از خدای مهربان که این همه نعمت به من بخشیده است چه کنیم؟ باید بچه ها صدای منو دارید؟ خیلی خوب. ببینید بچه ها این درس نصفه میمونه، من تصمیم گرفتم که الان یه مقدار ازتون درباره این درس ها سوال کنم، اینایی که الان خوندیم تا یادتون بمونه. خب آقای حسینزاده به من بگه ببینم. آقای حسینزاده شما به من بگو ببینم. خانم چی بگم؟ بگو اسم سومین امام ما چی بوده؟ اسم سومین امام ما کی بوده؟ حالا من کلا نمیدونم امام ما سومین اسمش رو کلا نمیدونم. کلا بابام یاد نمیدونم. الان دو تا درس گفتیم، این دو تا درس تو باید اسم امام سوم رو تا حالا یاد گرفته باشی. تو این دو تا درس درباره صحبت کردیم. ایلیا شما میگی؟ امام حسین. مگه ما درباره امام حسین صحبت نکردیم عزیزم؟ بله. خب دیگه باید یاد بگیری دیگه مامان جان، درسته؟ خب حالا میخوایم دربار ببینیم امام اولمون کیه. آقای نوری برامون بگه. آقای نوری میدونم شما میدونی. آقای نوری بگو. آقای نوری اسم امام اولمون چی بوده؟ امام علی. دوممون چی؟ دوممونم بلدی؟ امام حسن. باریکلا به پسرم اینقدر اطلاعات داره. امام حسن، امام حسین برادران و هر جفتشون هم فرزندان امام علی هستن که امام اوله. بله خانوم ما آخر تو پیش دبستانی همه امام ها یاد گرفتیم،
خیلی باحاله، مثلا امام اول پسرش مثلا امام دومه، خیلی باحاله. امام دوم فرزند امام اوله، بله درسته. خب بگو امام حسن و امام حسین چه نسبتی با هم داشتن؟ برادر بودن. حضرت زینب چی با اونا چه نسبتی داشت؟ اونم خواهرشون بود. پس امام حسن، امام حسین و حضرت زینب همشون فرزندان امام اولمون بودن که حضرت کی بود؟ حضرت علی بود. هم اسم تو بود. بله. خب مرسی عزیزم، خیلی خوب جواب دادی. حالا بریم ببینیم آقای خاکپور. آقای خاکپور من میکروفون و دوربین شما رو روشن کردم پسرم. خب آقای خاکپور بگو ببینم اسم پدر، اسم پدر و مادر امام سوم چی بوده؟ حضرت علی و حضرت فاطمه. بله کاملا درسته. بله خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. خب آقای قربانی به من بگه، آقای قربانی حضرت فاطمه فرزند کی بوده؟ حضرت فاطمه فرزند کی بوده؟ صدا نداری عزیزم؟ حضرت علی. نه دیگه، حضرت فاطمه فرزند حضرت علی نبوده که، همسر حضرت علی بوده. حالا فرزند کی بوده؟ خانوم. بله صدا تو تک میاد. بذار یه بار خاموش روشن کنم. خب خوب شد؟ خب بگو. صدا من نمیشنوی. باش. خب آقای دوشانجقلی، آقای دوشانجقلی من میکروفون و دوربین شما رو روشن کردم. خب آقای دوشانجقلی شما به من بگین که حضرت فاطمه فرزند چه کسی بود؟ بگو فرزند کی بود؟ فرزند حضرت فاطمه. پدر مادرش کیا بودن؟ پدر مادرش ولی من نمیدونم کی بود. میتونی خب آقای سیدین بگه. آقای سیدین شما بگو پدر مادر حضرت فاطمه کیا بودن؟ پدر مادر حضرت فاطمه کیا بودن؟ پدرش علی، حضرت علی. حضرت علی که همسرش بود، پدرش نبود که. نمیدونی؟ نه. میتونی از امدادهای غیبی هم برخوردار بشی یا میتونی سوال کنی یا از مامانت هم میتونی بپرسی. بپرس اسم پدر مادر حضرت فاطمه. علی. پدر حضرت فاطمه پیامبر بود، حضرت محمد بود، مادرش هم حضرت محمد. مادرش هم حضرت آمنه بود. بله البته. مرسی عزیزم. خب ببینیم تو کربلا چه اتفاقی افتاد. من از آقای بابایی میپرسم. آقای بابایی توی کربلا چه اتفاقی افتاد عزیزم؟ میشه برامون درباره اتفاقی که تو کربلا افتاد صحبت کنی؟ من حسین شهید شد. چرا شهید شد؟
یزید اومد به معکنه حمله کرد، امام حسین شهید. میدونی جنگ سر چی بوده؟ نه. جنگی که توی کربلا اتفاق افتاد، ایلیا میخواد بگه. دفاع از اسلام. دفاع از چی؟ اسلام. اسلام. یعنی چه جوری دفاع از اسلام؟ در سر چه مطلبی؟ یعنی یعنی ستمگر بود. خب امام حسین رو از بین ببره. خیلی خوب، مرسی. من از ایلیا هم بپرسم ببینم ایلیا چی میگه. ایلیا بگی. سلام. یزید میگفت نه رئیسم، امام حسین هم گفت نه رئیسم. بله، دعوا بر سر این بود که حضرت امام حسین میگفت من خلیفه مسلمان هستم، ولی یزید میگفت نه، خلافت مال ماست، چون من پدرم خلیفه بوده پس منم باید خلیفه باشم. دعوا بر سر این بود. خب پسرای گلم خسته نباشین، کلاستون 2 دقیقه مونده، ولی بذار ببینم، نه بیشتر مونده، پس میمونیم تو کلاس تا اگر 2 دقیقه مونده بریم. خب خب بعد از شهادت امام حسین، خب بعد از شهادت امام حسین حضرت زینب چه کار کردن؟ بذار ببینم از کی بپرسیم. از آقای فرهانی. آقای فرهانی شما بگو پسرم، بعد از اینکه امام حسین شهید شدن حضرت زینب چی کار کردن؟ آقای فرهانی خب بگو بسرم چیا؟ باید بعد از شهادت امام حسین، خب حضرت زینب چی کار کردن؟ نمیدونی؟ نه؟ کنان؟ خیلی اشکال دارد. آقای عبدالکریمی بگه. آقای عبدالکریمی بعد از شهادت امام حسین حضرت زینب چی کار کردن؟ سکوت کرد. حضرت زینب سکوت کرد؟ دیگه چه کارای دیگه کردن؟ توی بانوی قهرمان خوندیم چه کارای انجام داد حضرت زینب؟ خب فرزندان امام حسین رو چیکار کرد؟ نوازشش کرد. از فرزندان امام حسین مراقبت کرد وقتی که اونا رو به عنوان اسرایی بردن توی کاخ یزید، از بچه ها مراقبت میکرد، از کسایی که باقی مونده بودن زنان و بچه ها مراقبت میکرد و در کاخ یزید هم یه سخنرانی کرد بر علیه یزید، درسته؟ بله؟ بله بله. خب بچه ها جون مرسی، خسته نباشید، من تکلیفاتون رو براتون توی واتساپ میذارم. روزتون بخیر، اوقات خوبی داشته باشید.